در قسمت قبلی ساختار قلب رو گفتیم و حالا نوبت میرسه به دریچه و صداهای قلب. قبل از اینکه بریم برای مشاهده انیمیشن، لطفاً ویدیو رو لایک کنید، نظراتتون رو برامون کامنت کنید و اگه خواستید از آخرین محتواها با خبر بشید، میتونید کانال ما رو سابسکرایب کنید. اگه یادتون باشه گفتیم که قلب انسان 4 حفره و 4 دریچه هم داره که عملکرد متفاوتی دارن. اون 4 دریچه دو وظیفه مهم دارن. اولین وظیفه‌شون اینه که بدن‌ها دهلیزا و گردش ششی و عمومی رو به هم مرتبط می‌کنن و دومی که با حالت لانه کبوتری که دارن مانع از برگشت خون برخلاف چرخه تعیین شده میشن که خیلی مهمه. بریم سراغ اسم و ویژگی ظاهری و موقعیت دریچه‌های قلب. تو این شکل میبینید که اسامی دریچه‌ها خیلی شبیه ظاهرشون نامگذاری شده. دریچه‌های دو لختی و سه لختی کاملا مشخص هستن که دقیقاً دو تیکه و سه تیکه هستن. دریچه‌های سینی هم یکی برای سرفرگ ششی و دیگری برای آورته. دریچه سه لختی دهلیز و بطن راست رو به هم متصل میکنه و دریچه دو لختی و میترال هم دهلیز و بطن چپ رو به هم متصل میکنه. این دریچه بر اثر فشار خونی که به اونها وارد میشه باز یا بسته میشن و خون هرگز به عقب بر نمیگرده. حالا به نظرتون ساختار این دریچه ها چیه؟ ساختار این دریچه ها از جنس ماهیچه نیست و اونها حاصل چین خوردگی بافت پوششی آندوکارد هستن. لابد میپرسید آندوکارد دیگه چیه؟ جای نگرانی نیست. بافتای قلب رو در قسمت بعدی توضیح میدیم، پس خیالتون راحت باشه. فعلا فقط بدونید که دریچه از ماهیچه نیست و بافتش فرق میکنه. یه سری تناب‌های ارتجایی هم در بدن‌ها وجود داره که نقش کوچولی در کمک به دریچه‌ها ایفا می‌کنن. این تناب‌های ارتجایی کمک می‌کنن تا در هنگام انقباض بدن‌ها بخش آویزون دریچه‌ها به سمت دهلیز برنگرده و دریچه به درستی باز و بسته بشه. بریم سراغ نکاتی که در دریچه‌های قلب وجود دارن. اول اینکه همه دریچه‌ها سه قسمتی هستن به جز دریچه دو لختی یا میترال، و دوم که اندازه دریچه‌های دو و سه لختی از دریچه‌های سینی بزرگتره. سرفرگ آکریلی یا کورنر رو هم می‌بینید که از وسط دریچه سینی آورت می‌گذره. و از نظر موقعیت دریچه سه لختی عقب‌ترین و سینی سرفرگ ششی جلوترین دریچه قلب در بدن انسان به حساب میاد. وضعیت این دریچه‌ها یعنی باز و بسته شدنشون به انقباض دهلیز یا بدن‌ها بستگی داره. با انقباض دهلیزها دریچه‌های دو و سه لختی باز میشه و دریچه‌های سینی در حالت بسته هستن، و با انقباض بدن‌ها دریچه‌های دو و سه لختی بسته میشن و دریچه‌های سینی باز میشن. بریم سراغ صداهای قلب که خیلی مبحث جذابیه. توی این باز و بسته شدن دریچه‌ها ما صداهای معروف قلب رو میشنویم که ناشی از برخورد دور به دریچه‌ها به همه. ما دو صدا در قلب میشنویم که صدای اول به صورت بم، قوی، گنگ و طولانیه، و صدای دوم رو بعدش میشنویم که ضعیف، زیر، کوتاه و واضحه. صدای اول که بم بود ناشی از انقباض بطن و بسته شدن دریچه‌های دهلیزی بطنیه، و صدای دوم هم نتیجه بسته شدن دریچه‌های سینیه که هنگام شروع استراحت بطن صداش شنیده میشه. توجه کنید که صداهای قلب بسیار صداهای معنیداری هستن و پزشکا با کمک اون صداها میتونن وضعیت و سلامت دریچه قلب رو بررسی و تحلیل کنن. در قسمت چرخه ضربان قلب زمان این صداها و وضعیت دریچه ها رو بررسی خواهیم کرد و جزئیات بیشتری رو یاد خواهیم گرفت. امیدوارم که این قسمت براتون مفید بوده باشه. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو برام کامنت کنید. لطفاً برای حمایت از من کانال رو سابسکرایب کنید. خدایا رو نگهدارتون باشه.